تصاویر خود را با تیپ مرسوم جوانان بسیجی و با لباس سپاه در کنار مراجع تقلید مختلف از جمله مصباح یزدی تا مکارم شیرازی و علوی گرگانی در صفحه اینستاگرام خود به اشتراک گذاشته است. خودش را با عناوین مختلفی مثل فرمانده قرارگاه حضرت مهدی و رئیس مؤسسه امام صادق معرفی کرده است و بارها درباره فعالیت‌های جهادی و خیرخواهانه سخنرانی کرده است. او فقط 17 سال دارد، اما نامش در 2 سال گذشته بارها در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های وابسته به حکومت عنوان شده است. او با عناوینی مثل جوانترین فرمانده و یا جهادگر نوجوان معرفی شده است. نامش مهشاد سهیلی ایلامی است، متولد 1383 که زندگی نامش با حضور مصباح یزدی رونمایی شده و تصاویرش در کنار مهران احمدی بازیگر تلویزیون و سینما منتشر شده است. این نوجوان ایلامی کیست و چطور توانسته است در سن 17 سالگی به سمت فرماندهی یک قرارگاه برسد و به عنوان یک جهادگر مشهور معرفی شود؟ سایت روزاروز در یک گزارش تحقیقی به قلم فاطمه کریم خان به این سوالات پاسخ داده. مهشاد سهیلی نوجوانی است از اهالی شهر موسیان استان ایلام که نامش بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1400 و تبریک با عنوان فرمانده قرارگاه به ابراهیم رئیسی مورد توجه کاربران توییتر قرار گرفت و حالا عمده خبرهایی که درباره این نوجوان در خبرگزاری‌هایی مثل فارس، تسنیم، موج و غیره منتشر شده حذف شدند. او پیش از این 2 بار نیز با عنوان فرمانده قرارگاه حضرت مهدی در برنامه‌های تلویزیونی حاضر شده است. اما داستان عناوینی که مهشاد سهیلی با آن معرفی شده چیست؟ در بخشی از گزارش آمده است مؤسسه فرهنگی حضرت مهدی، قرارگاه حضرت مهدی و اخیراً هم مؤسسه فرهنگی امام صادق 3 عنوانی است که سهیلی از آنها در مناسبت‌های مختلف استفاده می‌کند. معلوم است که جایی به نام مؤسسه فرهنگی حضرت مهدی یا امام صادق وجود خارجی ندارد یا اگر وجود دارند که مهشاد سهیلی نمی‌توانست ثبت کننده آنها باشد. آن هم به یک دلیل ساده، او به سن قانونی برای انجام کارهای قانونی در این زمینه نرسیده است. ثبت گروه جهادی اما در عوض کار ساده است. بسیج سازندگی سپاه محمد رسول الله سامانه‌ای برای ثبت نام گروه‌های جهادی دارد که در آن هر کسی می‌تواند هر عنوانی را برای نامگذاری گروه جهادی خود انتخاب کند و از قرار معلوم مهشاد سهیلی هم گروه جهادیش را در این سامانه ثبت کرده است. روشن است که انتخاب نام قرارگاه و بعد از آن اطلاق عنوان فرمانده قرارگاه به سهیلی از آن را به سرعت از یک فعالیت خودجوش بسیجی به سمت یک سازمان نظامی منحرف می کند و این همان کاری است که سهیلی انجام داده. معلوم نیست چه نهادی بر ثبت و فعالیت گروه‌های جهادی نظارت می کند. مهشاد سهیلی برای گروه جهادی خود سربرگ هم تهیه کرده بود و با نامه‌ای که روی آن سربرگ نوشته موفق به دیدار مراجع تقلید می شود. همین دیدارها و تصاویر او با مراجع هم پاشنه آشیل او برای ارتباطات گسترده‌تر و چاپ کتاب زندگی نامه و غیره می شود. در سال 96 در حالی که تنها 13 سال دارد با ارسال نامه‌ای روی سربرگ مؤسسه‌ای به نام مؤسسه حضرت مهدی از آیت الله مکارم شیرازی درخواست ملاقات می کند و درخواستش پذیرفته می شود. با همین شیوه به دیدار شبیری زنجانی و برخی دیگر از مراجع ساکن در قم هم می رود. معلوم نیست مراجع قم چرا دعوت یک جوان 13 ساله را پذیرفتند، اما با دنبال کردن داستان متوجه می شوید که آن جوان 13 ساله به خوبی می دانسته کارها در ایران چگونه انجام می شود و برای انجام کارها حتما دیدار با یک یا چند مرجع لازم است. این تازه اول یک داستان طولانی است. در بهمن ماه 98 خبر انتشار کتاب زندگی نامه سهیلی که توسط نعمت‌الله داودیان و خبرگزاری ایرنا جمع‌آوری و چاپ شده منتشر می شود و چندی بعد خبر رونمایی این کتاب با حضور مصباح منتشر می شود. اما جریان کتاب او چیست؟ روزاروز به این سوال هم پاسخ داده است. در خبرها آمده بود که کتاب زندگی نامه سهیلی توسط نعمت‌الله داودیان و خبرگزاری ایرنا جمع‌آوری و چاپ شده وقتی با معصومه امیدی مدیر دفتر ایرنا در استان ایلام تماس میگیرم و از این خبر میپرسم، میگوید از وجود چنین کتابی اطلاع ندارد. نعمت الله داودیان شاعر ساکن ایلام هم در مورد کتابی که نوشته به من میگوید شخص معممی به نام بهشتی که در قم ساکن است با او تماس گرفته و از او خواسته در ازای 3 میلیون تومان کتابی در مورد سهیلی بنویسد. سهیلی هم دوست و روابط آنچنانی نداشت که بتوانم در مورد آن بنویسم. با همان دفاتر مراجع تماس گرفتم و با مسئولان این دفاتر در مورد سهیلی صحبت کردم و در نهایت متنی حدود 70 صفحه‌ای تنظیم کرده و تحویل دادم، اما پولم را پرداخت نکردند. به جای 3,700,000 تومان به من دادند، آن هم زمانی که من تهدید کردم برای گرفتن طلبم به قم خواهم رفت. در پاسخ به این سوالم که بهشتی کیست و چه منابع و روابطی دارد یا برای کجا کار می‌کند، داودیان می‌گوید اطلاعی ندارد. او همچنین در مورد خود سهیلی هم می‌گوید من هنوز نمی‌دانم شغل او چیست یا دقیقاً چه کار می‌کند یا چطور مؤسسه‌ای ثبت کرده، اما می‌دانم که با همین عنوان که با دفتر مراجع ارتباط دارد، مثلا به دیدار شهردار می‌رود و از او برای مؤسسه‌اش کمک می‌گیرد. من چند بار هم پرسیدم که بالاخره به من نشان بدهید که شما به چه کسانی کمک کردید، اما افرادی را که از این مؤسسه کمک گرفتند هم پیدا نکردم. در خبر دیگری آمده است که کتاب زندگی او را نشر زانا منتشر کرده. روزاروز سراغ ظاهر سارایی مدیر نشر زانا رفته و از او درباره این کتاب سوال کرده است. سارایی درباره این موضوع میگوید هرچند انتشارات بدون عقد قرارداد با سفارش دهنده کتاب کارهای قانونی برای انتشار کتاب را انجام داد و مجوز آن را از وزارت ارشاد گرفته، اما بهشتی که در تماس و سفارش کتاب خودش را از مرتبطین به دفتر مصباح معرفی کرده، در ادامه برای پرداخت هزینه چاپ و پخش کتاب با دفتر انتشارات تماس نگرفته است. سارایی میگوید بهشتی را ندیده و خبر انتشار کتاب که در خبرگزاری شبستان منتشر شده هم کذب است. شهردار موسیان یکی از افرادی است که خبرنگار روزاروز به سراغ او رفته است. شهردار شهر موسیان در گفتگویی که برای این گزارش انجام شد، در آغاز مدعی بود که سهیلی برای قرارگاه کار می‌کند و روابطی دارد و در پاسخ به این سوال که او برای کدام قرارگاه کار می‌کند، چه حکمی از چه کسی گرفته و چه روابطی دارد، می‌گوید به هر حال او توانسته سردار یزدی را به موسیان بیاورد و 3 بار هم مهران رجبی را به موسیان آورده. به نظر می‌آید روابطی دارد، نه؟ شهردار موسیان همچنین می‌گوید سهیلی توانسته با روابطی که دارد برای مردم کمک جمع کند، اما از معرفی کسانی که این کمک‌ها را که مستقیما توسط خود سهیلی دریافت و توزیع شده گرفته باشند سر باز می‌زند و تأکید می‌کند که برخوردها با سهیلی سیاسی است و هیچ کس نمی‌خواهد این نوجوان کوشا مطرح شود. این گزارش تحقیقی درباره سهیلی 17 ساله در حال منتشر شده که او همچنان در فضای مجازی مشغول فعالیت است. تصاویرش را در صفحه اینستاگرامی که خود را با عناوین فرمانده قرارگاه حضرت مهدی و مدیر مؤسسه امام صادق معرفی کرده به روز می‌کند. بیش از 49,000 نفر او را در اینستاگرام دنبال می‌کنند. آخرین پست سهیلی روز گذشته گذاشته شده، او تصویری از خودش را با جمله‌ای به نقل از علوی گرگانی در دیدار با خودش منتشر کرده است. البته عکس از علوی گرگانی دیده نمی‌شود. آیت الله علوی گرگانی در دیدار با مهشاد سهیلی ایلامی: هیچگاه نباید کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها شما را از حرکت در مسیر پرتلاطم خدمت به ملت باز دارد. امیدواریم شما جوانان بتوانید در اقدام خویش کوشاتر و فعالتر از پیش مسیر متعالی را طی نمایید. دوستان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.